خانم آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من عمیانان گرامی، زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی در میهن ما صورت گرفت در ایران نبودم. من از سال 74 برای یک مأموریت رادیویی از طرف رادیو تلویزیون ملی ایران در گذشته قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به آلمان رفتم. بنابراین در جریان انقلاب 5 سال زودتر من در جریان انقلاب نبودم، ولی از دورا دور شاهد اون صحنه ها بودم. از زمانی که روزخان ها و مله ها حاکم شدن بر میهن ما، من شاید بیشتر از نصف ساعت روزم رو با خبرها میگذرونم، خبرهایی که از داخل میهن دریافت میکنم، از سایت های مختلف میبینم، از خبرگزاری های مختلف و از اظهارات به اصطلاح این دولت مردان، یعنی اراذل آباش. در عرض این 33 سال حتی برای یک بار، این رو غلو نمی کنم میهنان گرامی، حتی برای یک بار ندیدم اینا در مورد یک مسئله در خبررسانی به مطبوعات، به جراید خارجی، در سخنرانی‌هایی که انجام میدن حقیقت رو گفته باشن. اصلا قلوب نیست عمیانان گرام. اگر یک واقعی مثل الان که همین چند روز قبل که در یک معدن در طبس در عمق 300 متری زمین خودشون ادعا که اول که گفتن 4 نفر اونجا گیر کردن، مشغول اقداماتی هستیم تا اونها رو نجات بدیم، بعد معلوم شد اینا 8 نفرن، یعنی آمارای کسانی دیگری دادن. فرماندار یه چیزی گفت، نمیدونم رئیس اداره کار یه چیزی گفت، در تهران یک آمار دیگه. حالا طبق گزارش خبرگزاری کار ایران که از خودشونه آقای محجوبی و گزارش هایی که از کارگران درس کرده، این تعداد 8 نفر نیست، شاید 14-15 نفر باشه و شاید هم بیشتر، چون 80 تا کارگر اونجا کار میکنن منتها در شیفت های مختلف. در مورد وقایع سال 88 یادتونه، گفتن 8 نفر کشته شدن، 8 نفر هم همشون بسیجی بودن. بعد دیدن گند کار در اومده، خب ندا آقا سلطان هست، نمیدونم سهراب عربی هست، خیلی از این بچه ها هستن، لو رفته جریان. گفتن بله، بود 7-8 نفر از اونا بودن، بقیه 22 نفر شدن که بقیه از بسیجی ها. و حالا معلوم شده که بالای 100 خورده‌ای، چون آمارا مختلفه دارم میگم 100 خورده، از بچه های ما رو زیر شکنجه و در جریان کشتارهای خیابانی به وسیله مددهان چاقوکش، به وسیله زوب شدگان در ولایت کشتن. یک منطقه زلزله میاد، شما نمیدونید تعداد کشته شده ها چقدره، تعداد زخمی ها چطوره، وضعیت زلزله زدگان در چاهالی ورزخان و حریس نمونش در آذربایجان غربی. اعلام کردن که همون روزهای اول تمام اقدامات برای که اینا سرپناه پیدا کنن انجام شده و همه اینها در چادرهای گرم دارو بهشون داده شده، فلان فلان فلان، غذا، مواد غذایی.
بعدا معلوم شد که داد و فریاد این مردم هوا رفته، 300 تا ده نابود شده بود یا 50% از بین رفته بود. کار به اونجا رسید که برف آمد. نماینده احمدی نژاد گفت کاری که ما در ورزگان و حریص کردیم در دنیا بی نظیر بوده از نظر سرعت. ساختیم و همه رفتن تو خونهاش. نگاه کنید اینا صحنه های از حریص و ورزگان همیانانی گرامی. هنوز این هموطنان ما نگاه کنید زیر چادرها در شرایط ابتدایی زندگی میکنن و این دروغ زنها مرتب میگه نخیر آقا ساختیم، حتی آغل برای گوسفندانشون و سرعت که ما به کار بردیم نه تنها در ایران در جهان بی سابقه است و اگر قرار بشه دومی داشته باشه باز خود ماییم. بعد نماینده حریص و ورزخان گوه آقا دروغ، اینا همه تو بیابونان، چه خونه ای، چه کاری، یکی دو تا دیر رو درست کردن نمایشی. بعد بچه هایی که از ایران، از تهران، از سراسر ایران، درود بر اونا واقعا. اینا آمدن خودجوش به اینا که مقامات دولتی که میخوردن همه کمک ها رو، شروع کردن مردم عظیم کمک های عظیم کردن. اینا بلند شدن رفتن در منطقه حریص و ورزفان، شروع کردن توزیع خاروبار دارو، به زلزله زده ها رسیدگی کردن. اینا آمدن اینا رو گرفتن گفتن تبلیغات بهائی میکنن، دستگیرشون کردن بردن زندان. چند تاشون زندان. دولت آقا امام زمان همینانی، اولین حکومت الله بر روی کره زمین. دیشب تو برنامه هم گفتم من بعضی وقتا که تو این کنسرت هایی که برگزار میشه عکساشو میبینم، فیلماشو میبینم، اگه به هم سن سالای منم بخوره بعضی های از این کنسرت ها رو میرم، وقتی که این امریکایی ها رو میبینم، دختر و پسر چگونه همدیگر رو بغل میکنن، زندگی میکنن، جوونن، لذت میبرن بدون اینکه شما فسادی توش ببینید، میبوسن همدیگر رو، نمیدونم همدیگر رو بغل میکنن، محبت میکنن. یک آقایی گفتم دیشب در برنامه، دکتر روانشناس، به من زنگ زد، رفتیم با هم صحبت کردیم، به من گفت آقای فرجی کار به اونجا رسیده که شما تو پارک های عمومی بعضی وقتا صحنه هایی میبینید حیرت آور، باور نکردنی. روابط جنسی بین لای شاخه ها و نمیدونم درخت ها و اینا، دختر و پسر از سر ناچاری، از سر ناچاری، چون شما نمیتونید جوونا رو بکنید تو قفس و به اینا بگید شما هر نوع ارتباطی با جنس مخالف نباید داشته باشید. برای همینه که این دوست من میگفت تعداد بیشماری گی شدن، لزبی شدن از دخترها. یعنی همون چیزی که آخونده خودشون داشتن دیگه. اینا خیال کردن یه جامعه رو مثل حوزه علمیه میشه اداره کرد. تو حوزه علمیه 3-4 تا از این طلبه های کرد تو دهات های دور. حالا دهات بد نیست ولی میخوام عقب افتاده ترین آدم های دهات، چون من بارها گفتم تو این برنامه یه خانواده تحصیل کرده ایرانی در گذشته قبل از این انقلاب شکومت بچهشو نمیرسد طلبه بشه که آخون بشه، بچهشو میپرستاد خارج، نمیتونست میپرستاد دبیرستان، دبستان، دانشگاه، به قول ما بره دکتر شه، بره مهندس شه، سری تو سرا دراره یا بره یه تخصصی یاد بگیره. ننگ بود کسی بچهشو بفرسته تو حوزه علمیه آخون بشه، روزخون بشه. این کارا فقط از کسانی برمی اومد که در دهات دور افتاده خرج زندگی بچه هاشون رو نداشتن، بچه ها رو میفرستدن حوزه علمیه قم یا مشهد یا نمیدونم بروجرد یا یکی از اینا، میگفتن برو برو اونجا هم درس دین یاد بگیر، هم مثل این آخوند ده خودمون مفت پیشین تو اتاق بخور، خمس و زکات بگیر، سر مرگ باش، سر عروسی باش، سر نمیدونم مهمونی باش، همه جا از فقر. و اینا میومدن، حالا همینا اومدن حاکم شدن بر ما.
یعنی عقب افتاده ترین قشر فکری جامعه در برابر کی؟ در برابر هزاران متخصص. اونا رو زدن کنار، خودشون نشستن در رأس امور. آقای محسن اژه‌ای، آقای طائب، آقای حسینیان، خود رئیس روزخانه ها، آقای نمیدونم رفسنجانی، آقای مهدوی، اینا چی اکیال میکنی؟ اینا همونا هستن که از دور افتاده ترین دهاتا میومدن تو قم، درس طلبگی خوندن به قول خودشون تو اتاقای 6-7 نفری، سر قضا با هم دیگه دعوا کردن، سر یه تیکه نون، تنگ نظری های این آخوندا. برای همین جیوهای گشاد بیماری جو دارن، جو سیر نشده، سیر نمیشه. حالا فکر کنید مملکت دست ایناست. خب اومدن یه مملکت که پیشرفته بوده، شما میتونی با اون رژیم گذشته موافق باشی یا مخالف، ولی مملکت پیشرفته که بود. اشکال اون زمان، من بارها گفتم، اینی که مردم در سرنوشت سیاسی خودشون سهیم نبودن، ولی همه مسائل بود، آزادی زندگی، خانواده. شما میتونید برای آیندهتون برنامه ریزی کنید، درس بخونید، بهترین امکانات درسی بود، دانشگاه های خوب، ولی در انتخابات نمیتونید رای بدید، روزنامه ها آزاد نبودن. اینا بود، اینا یه طرف قضیه است، ولی بقیهش که مردم در کمال راحتی زندگی میکردن. اینا اومدن از نارضایتی مردم، که شادروان بختیارم گفت، گفت مگه شما این کارا رو نمیخواید؟ خب من انجام میدم براتون، ولی گول این مله ها و روزخانا رو نخونی. از یه ملای عقب افتاده دموکراسی دادن بعیده، اینا اصلا با دموکراسی غریبن. دو تا آخوندشون در مشروطیت به مردم کمک کردن، ده ها نفرشون در جهت مخالف بودن، شیخ فضل‌الله نوری یکیش، حالا این اومدن سرنوشت ما رو. خب این آدما برای اینکه حکومت رو حفظ بکنن تخصصی که ندارن، خب مردم ناراضی میشن. برای اینکه این نارضایتی رو سرکوب کنن، نیروهای امنیتی رو تقویت کردن، چاقوکشا رو زیاد کردن، بزن بهادرا رو تقویت کردن. این زورگیرایی که تو خیابون نشون میدن قمه میکشن و چاقو میکشن، اینا رو تازه دستگیر، اینا به درد رژیم میخورن، میبرنشون زندان. تو زندان بهشون مرخصی هفتگی میدن، ماهانه میدن، یکی دوتشون اونا هم که اعدام میکنن برای اینکه ترس از مردم بترسونن، مردم رو خوف در مردم ایجاد کنن، وگرنه اینا بسیار به درد رژیم میخورن. اینا همون هستن که در زندانها بچه های سیاسی رو میفرستن زندانهای عمومی و اینا تهدیدشون میکنن. نگاه کنید، اینا اکثرشون سرداران سپاهن. این مردی که الان امیر شهرتی داره نشون میده دایره، این سردار سپاهه. قیافه رو نگاه کنی، نگاه کنی، همه چی قمه، یه تاکی واکی. نگاه کنی آقای رئیس روزخانها به اینا احتیاج داره؟ سرداران سپاه نقدی و رحیم صفوی و محسن رضایی و اینا چی؟ اینا از همینا بودن، از همین چاقوکشا. نگاه کنی، بنابراین حکومت بر مبنای زور، کتک زدن مردم، شکنجه کردن، دروغ زدن، حقایق و وارون جلوه دادن. نگاه کنید اینا همه رو بچه ها در آوردن، اینا کی هن؟ عکسای کوچکشون و عکسای بزرگشون که اینا مزدورای رژیم هن. همه اینا پرونده هاشون در اومده عمیانان گرامی، همه شون. فردا که دیرم زیاد نیست، اینا نمیتونن زیرش بزنن، مأمور و معذور از این حرفا. حالا یه همچین رژیمی راست، حرف راست نمیتونه بزنه، همش دروغ میگه، دروغ میگه، موچشو بگیرن دستگیر میکنه، میبره زندان، زندان ها پر مملو، دارن ده ها زندان میسازن، تازه بیرونش هم زندانه.
بعدم یک مش وحشی به اسم بازجو به زنای زندانیان بیگناه میگن طلاق بگیر بیا خودمون زنت باید ازدواج میکنیم سیغت میکنیم از این حرفا میزنن به زنای میهن ما به خاتونهای ما. حالا احمدی نژاد سخنرانی کرده، دلم میخواد این سخنرانی رو براتون تجزیه تحلیل کنم. ببینید آدم هویج سرش سبز میشه از این همه وقاحت این دلغک که اون رئیس روزخانها اون چرتی های شورای نگهبان این مرده که از توی صندوق رأی آوردن بیرون در اون انتخابات مسخره سال 88. حالا یابو طرف رو برداشته باورش شده. میگه محمود احمدی نژاد در همایش استانداران سراسر کشور در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور با تأکید بر پایبندی دولت بر عهد و میثاق اولین روز خود مبنی بر خدمت به مردم و کار و تلاش خستگی ناپذیر در مسیر پیشرفت کشور گفت دولت تا آخرین لحظه فرصت خدمتگذاری بر عهد و میثاق خود با ملت پایبند است، چرا که معتقد است برای خدمت به مردم پا به صحنه گذاشته و در این مسیر روز اول و آخر خدمت تفاوتی برایش ندارد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه این دولت متعلق به ملت، انقلاب و کشور است گفت باید تا آخرین لحظه خدمت بدون توجه به تحرکات عده‌ای که قصد دارند فضای کشور را به بگو مگوهای بیهوده هدایت می کنند مسیر خدمت را ادامه دهد. احمدی نژاد با تأکید بر حفظ و نهادینه کردن ادبیات خدمت در کشور گفت با خدمت بیمنت نخواهش میکنه حالی منت هم بذارید و خالصانه میتوانیم ادبیات قدرت را از کشور خارج و ادبیات خدمت را جایگزین آن کنیم. به چه بهشتی درست کردن، خوشتون نمیاد یه همچین مملکتی درست کردن براتون؟ مردک طوری حرف میزنه مثل این که آب از آب تکان نکنه، ملت در رفاه کامل. اصلا یه همچی کشوری در منطقه چی دنیا وجود نداره، همه در آرامش و آسایش، مملکت امن و امانه. رئیس جمهور با اشاره به انتخابات پیش رو و اقدامات که باید در این زمینه صورت گیرد گفت هیچ کس در ایران نمیتواند برای ملت تصمیم گیری کند، مطمئنن ملت ایران هر کسی را که انتخاب کند بهترین انتخاب است و همه باید به او احترام گذاشته و کمک به او بکنند. مرد خجالت نمیکشین شما؟ شما انتخاب ملت رو که از خودتون بود چاره نشتن اومده رأی دادن با آقای موسوی و آقای کروبی، زدین ملت رو در به داغون کردین، عکساشو امیر نشون داد همین چند لحظه قبل، ریختین تو خیابونا با قمه و چاقو و چماق و اینا، گفتین غلط کردین شما انتخاب کردین. رئیس روزخاناتون اومد گفت هر کس بیاد تو خیابون خونش سر پای خودشه، بعد مردم سرکوب کردین. چرا؟ بعد این مردک میگه هر کس رو انتخاب کنن او منتخب مردم. بعدم همین مردک، همین احمدی نژاد دلغک اومد گفت یه خس و خاشاک ریختن تو خیابون، یکیشونم گفت بز و بزغاله. احمدی نژاد افسود آرمان و هدف اصلی دولت برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی حد اکثری است، چرا که هرگاه دولتی با پشتبانی اکثریت قاطع ملت برگزیده شود بهتر میتواند کشور را اداره کند و اگر پشتبانی مردمی یک دولت ضعیف باشد مطمئناً در مسیر انجام کارها با مشکل روبرو خواهد شد. چی بگم من؟ این تفسیر داره؟ مملکت به سراشیبی سقوط رسیده، اقتصاد فلج شده، مردم در فقر
صدر و بیچارگی هن. کلیه هاشونو میفروشن، رو آوردن به قاچاق فروشی. هر کس 3-4 تا شغل انجام میده تا بتونه زندگیشو بگذرونه. مردای با غیرت ایرانی دختراشونو میفرستن در، یا دختراشون خودشون میگن، به تنفروشی وادار شدن برای گذران زندگی، و اینا خجالت نمیکشن اینقدر دروغ میگن. احمدی نژاد با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور نیازمند آزاد شدن انرژی عظیمی از مردم است، گفت زمانی که معادلات داخلی و بین المللی با یکدیگر گره میخورد، برطرف کردن امور کار بسیار دشواری است. در چنین شرایطی نیازمند تغییر فضای اجتماعی و آزاد شدن انرژی عظیم ملت و راهنمایی آنان هستیم، به گونه ای که ملت باید راه و مسیری را که باید مسئولان در آن حرکت کنند را نشان دهد، که این موجب تغییر فضا، روحیات و معادلات داخلی و بین المللی خواهد شد. و از این اراجیف همینانی تا دلتون بخواد سرهم کرده، به قدری در زمینهای مختلف صحبت کردی که من دوست داشتم همه اینو براتون بخونم. ببینید اینا چقدر دروغ میگن، چقدر دروغ میگن اینا. یه آخوندی هست به اسم قیاس الدین طها محمدی، امام جمعه همدانه، گفته که جمهوری اسلامی در حالی که 10 تا 20 میلیارد تومان، گوش کنید این رقم رو یادتون باشه، 10 تا 20 میلیارد تومان صرف ساخت ذریح امام سوم شیعیان کرده، که این ذریح به راحتی با انفجار یک بمب تخریب می شود، همش رفته کارش رو زرق و برق گذاشته. یادتونه اینا گفتن 14 میلیارد، بعد گفتن این 14 میلیارد رو مردم تأمین کردن. من اومدم تو برنامه‌ام نشون دادم فقط 1 میلیاردش رو مردم دادن، بقیه رو از کیسه دولت پرداختن. خب حالا این آدم میگه 20 میلیارد، منتظر باشین تا 140 میلیارد بره بالا، 140-150. گوش کنی برپاش. امام جمعه همدان پیشنهاد کرد برای حفاظت از آرامگاه امامان شیعه در عراق و 10 میلیارد تومان هزینه‌ای که ایران در آنها داشته، جمهوری اسلامی اقدام به تأسیس یک پایگاه نظامی در این کشور بکند. و در بخش دیگری از سخنان خود از کمبود امکانات برای زائران عتبات عالیات انتقاد کرده و از مقام‌های ایران و عراق خواسته به جای زرق و برق و آینه کاری و کاشی کاری فکری به حال زائران بکند که هر چند روز یک بار عده‌ای از اونها کشته می شود، و گفته خب برین یه پایگاه نظامی بذارین مواظب اینا باشن. طه محمدی افسوده متولیان باید زمین‌های اطراف حرم امام حسین را بخرن و بدانن این کاشیکاری ها تا قیامت مشکل مردم را حل نمی کنن. وی همچنین با اشاره به کاشی های گران قیمت حضرت عباس، حرم حضرت عباس، گفته در حال حاضر نیست، ستونهایش را از طلا درست کردن. و سوال من این از حضرت عباس ستون طلا میخواهد یا اینکه زائرانش باید در رفاه باشند؟ امام جمعه همدان در پایان از اینکه برای میلیون ها زائر عتبات عالیات در عراق سرویس بهداشتی مناسب وجود ندارد انتقاد کرده. همینانی گرامی، سرطان، انواع اقسام سرطان ها در ایران داره بیداد میکنه. این پکنت نوشته این گزارش رو، همینانی گرامی، گزارش پکنته نوشته برف و باران اخیر تهران آلودگی معلق در هوا را به زمین آورد و مردم توانستند چند ده متری جلوی خود را هم ببینند. اما ماجرای آلودگی هوای تهران که شمار قربانیان آن هفته به هفته بیشتر می شود، تنها این نیست که تهران به
به قبرستان اتومبیل‌های تولیدی و مونتاژ داخلی تبدیل شده، بلکه سوخت آنها خطرناکترین محصول در فضای تهران به وجود آورده. اینا اومدن، احمدی نژاد یادتونه گفت بنزین رو میخوان جلوشو بگیرن، ما دو روزه تو این پالایشگاهمون بنزین تولید میکنیم. همه مونده بودن چجوری؟ پتروشیمیا رو دستور داد که بنزین تولید کنیم. پتروشیمیایی که میلیاردها خرج شده بود و دستگاهش آمادگی برای این کار نداشت، گفتن بکنیم. در نتیجه محصول بنزینی که از این پتروشیمیا میاد بیرون تمامشون سم تولید سرطان میکنه و آمار دارن ایران در منطقه در درجه اول تو آسیاست از نظر تعداد سرطان. فقط تهران هم نیست، خب میگم ساختمان های عظیم در تهران درست کردن، اینا باعث میشه هوا به تهران نیاد و هوا عوض نشه، نمیدونم باد جریان پیدا نکنه. خب مشهد چی؟ تبریز چی؟ شمال چی؟ همه جا اینطوری شده و این نشون میده که این بنزین سمیه. خودشون نوشتن، ولی کی میشنوه اینا رو؟ اینا اومدن پارازیت انداختن روی سیستم های ماهواره‌ای، سر و صدای همه دنیا رو داره. آهای این توحشه، شما اجازه این کارا رو ندارین، ولی ادامه دادن، بهشون اخطار دادن که اینا تولید سرطان میکنه، بچه ها رو ناقص به کسانی که حاملن به وجود میاره، کارشون رو ادامه دادن. مهم نیست، بعد تا دلتون بخواد دروغ دروغ و دروغ. 8 نفر به قول اینا در بم در یک معدن همونطور که خدمتون گفتم کشته شدن. 8 نفر، 1 نفر اینا تا به حال تسلیت نداده به این خانواده ها، نه رئیس جمهور، نه رئیس روزخانه ها، نه معاون رئیس جمهور، نه وزیر نمیدونم کشور، نه وزیر معادن، هیچ کس. ولی این احمدی نژاد دلغک و اون مردک سعید مرتضوی جیانی معروف نامه نوشتن به آقای اوباما در مورد 20 نفر کودکانی که در آمریکا به وسیله یک جانی کشتن تسلیت گفتن و به ملت بزرگ آمریکا. این جالبه، سعی میکنن اینا بگن همه چیز درست. روزنامه های ایران درآوردن که بودجه‌ای که گذاشته بودن برای خرید دارو، بسیاری از بیماران سرطانی، بیماری های واگیردار و حتی داروهای بیهوشی در ایران پیدا نمیشه و همه اینا رو هوا ول شدن. هی دولت میگه نه خیر، ما همه کارا رو داریم انجام میدیم. حالا معلوم شده میلیاردها پولی که برای دارو، خرید دارو گذاشته بودن، خرج ساختمان سازی مهر کردن که احمدی نژاد اینا رو افتتاح کنه، زمینه ای باشه برای اینکه آقای رحیم مشایی بتونه در انتخابات بعدی ریاست جمهوری موفق بشه. سرطانی و بیمارا که اون پشتنه داد بزنن کسی صداشون نمیشنوه، ولی اینکه شما برین یهو 400 تا ساختمان افتتاح کنی همه میبینن، میگن دولت احمدی نژاد 100 تا ساختمان ساخت. بله، کمیسیون بهداشت مجلس گفته وارد کنندگان دارو میگن داروها ته کشیده، بسیاری از بیمارانی که سرطانی هستن، پلاسمایی هستن، هرچی اینو پلاسمایی باشد، اینا همه گرفتار شدن. اینجا نوشته، اجازه بدین، نوشته که مردم فلج شدن از این نظر، واقعا فلج شدن. بله، حالا پیداش نمی کنم. خانم شیرین عبادی یه نامه نوشته راجع به کارگران ایران. شیرین عبادی برنده جایزه، رادیو فردا گفت، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل
در امور حقوق بشری ایران از وضعیت کارگران ایران و افزایش مرگ و میر آنها در اثر حادثه انتقاد کرده. خانم شیرین عبادی در نامه خودش به احمد شهید ضمن اشاره به آمار مرگ و میر کارگران ایران در ادامه آورده که با توجه به تعطیلی اکثر کارگاه و کارخانه های بخش خصوصی، در حال حاضر بیش از 70% کارگران در کارخانه ها و کارگاه های دولتی مشغول به کار هستند. وی همچنین در این نامه با استناد به گزارش ها از قرار داشتن بیش از 70% کارگران زیر خط فقر خبر داده و افسوده که طبق گفته نماینده کارگران حداقل دستمزد کارگران کفاف مخارج تنها 18 روزانه را میدهد. ببینید چه ظلمی دارن به این کارگرای شریف ما میکنن. رهبرایشون هم که گرفتن زندانیشون کردن، زندانن همه. حالا همه رو دارن فراری میدن. این خبر رو بهتون بدم. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس گفته زنان روسی شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر حق حجاب میگیرن اما حجاب خود را رعایت نمیکنن. زنای روسی رو آوردن توی بوشهر، متخصصن به اصطلاح. اینا گفتن ما در صورتی میایم اونجا کار میکنیم حجاب نمیکنیم، روسری اینا سرمون نمیکنیم. گفتن خب برای اینکه روسری سرتون کنی ما مثلا $2,000 حقوقتون اضافه میدیم. گفتن خیلی خوب. اینا هم گفتن خیلی چارقد سرمون میکنیم، اینا میخوان ظاهر جریان درست بشه. $2,000 اضافه مثلا گرفتن. حالا این نماینده دشتستان گفته این پول میگیرن حجاب هم رعایت نمیکنن، اون توقع داشته اینا مثلا روبنده هم بزنن. خیلی مسخرن. بعدم راجب همیهنان باهایی ما در سمنان، مغازه هاشون آتیش زدن، خونه هاشون آتیش زدن، بدترین شرایط برای اینا به وجود آوردن، آزارشون میدن، کتکشون میزنن، شکنجهشون میدن. حالا مجبورشون میکنن که بیان جلو دوربین و بگین که ما غلط کردیم، باهایی شدیم. اینا هم قبول نکردن. بدترین فشار رو دارن به اینا وارد میکنن. ننگه واقعا این رژیم، ننگه، ننگ. در میهن خودشون زندانی هن. فرار میکنن دست اونا، میان در خارج. این دست راستی های اروپایی، اینایی که چشم دیدن خارجی ها رو ندارن، ببینید روز این بچه های پناهجوی ما رو سیاه کردن. حالا ملت های دیگه هم هستن. بله، گفتگو میکنم با دوست خودم حسن زارزاده اردشیر، دانشجوی فعالی که در ایران همه شما آگاهی دارید زندانی بود چندین سال، بعد از ایران ناچار شد مهاجرت بکنه، الان در کانادا زندگی میکنه و همچنان فعاله در همه زمین‌ها. من هم باهاش صحبت میکنم، هم دورا دور شاهد کارهای حسن زارزاده اردشیر هستم. امروز هم که با من صحبت میکنه بیماره، ولی با وجود این همیهنان گرامی من خواهش منو پذیرفت و در برنامه من شرکت کرد. آقای اردشیر گرامی درود بر شما. آقای اردشیر درود بر شما. آقای اردشیر صدای منو میشنوی؟ این میکروفون رو به من ندادی. آقای اردشیر یه صبر کنید، من الان میکروفون مخصوص رو میاره شهرتی، من با اون میکروفون میتونم با شما صحبت بکنم. امیدوارم که صدای منو بشنوی. در اصل حالا سوالی که من از آقای اردشیر خواهم کرد، یکی راجع به ستار بهشتیه. آقای اردشیر با ستار بهشتی آشنایی داشته و به خصوصیات او تقریبا با خصوصیات او آشناست و من سعی میکنم که در این مورد باهاش صحبت بکنم، با آقای اردشیر. و یه مسئله دیگه هم راجع به این آقای اردشیر، الان صدای من میشنوی؟ صدای شما رو من نمیشنم، اجازه بدید به تلفن دستی من زنگ بزنن. الان نه، صدا درست شد، من صدای شما رو میشنم. صدای من میشنوی؟
بله آقای فرجی، صدای شما رو میشنوم. خیلی خوشحالم که آقای اردشیر، با وجود که شما بیماری، خوشحال نیستم شما بیماری، ولی خوشحالم که اومدید تو برنامه من مجدد. آقای اردشیر، این جریان آقای ستار بهشتی که شما باش آشنایی داشتید، بالاخره میدونید که این بچه رو کشتن، این جوون رو کشتن به دلیل اینکه در برابر اینا، در برابر فحاشی ها و حرفای سخیفی که بهش میزدن ایستادگی کرد، بعد به مادرش مصاحبه کرد، گفت بچه منو کشتن، بعد مادرش رو کتک زدن روز خاک سپاری، بعد یه در فرستادن که تقاضای عفو بکنه. جریانش چیه بگید شما راجع به آقای ستار، با وجودی که چند روز گذشته هنوز مسئله داغه؟ بله، اینقدر این جوان پاک و مبارز و شجاعی بود و صادق، و خب بسیاری اونو میشناختن، علارغم این که بعضی از این سایت های سبز اللهی می نویسن سبز گمنام بود و اینها، ولی فعالیت های خیلی زیادی داشت و خیلی رو میشناختنش. برای همین با شناختی که از او داشتن، به عنوان یک سمبل مبارزه در نسل جوان شناخته شده و شجاعت. ایشون در موردش اطلاعات کم هست و برخی راجع به گذشته اون نمیدونن. سال 1379، یک سال بعد از 18 تیر بود که ستار بهشتی دستگیر شد در سالگرد 18 تیر. اون موقع من فکر می‌کنم با زندان بودم که دستگیر شد. علاقه من بود با ما همکاری بکنه اون موقع در جبهه متحد دانشجویی و جبهه دموکراتیک ایران، ولی به دلیل اینکه مادر پیری داشت و به هر حال بایستی که هزینه زندگی مادرش و خواهرش رو تأمین میکرد، دیدید در فیلم ها و عکس ها تصویر مادرش رو، و برای همین مجبور شد که فعالیتاشو کم بکنه و خیلی از این بابت عذاب میکشید. وقتی که دو سال پیش اومد با من حرف زد، گفت این چند سال شما نمیدینیم من چقدر شکنجه شدم، نمیتونستم بیام به صورت علنی و فعال در صحنه فعالیت باشم. به خاطر همین خواست که به صورت رسمی و علنی در جبهه با ما همکاری بکنه که من مخالفت کردم به خاطر شرایط سرکوبی که وجود داشت و میدونستم چقدر این جوان شجاع و مبارزی هست و در همون شرایط هم از تظاهرات ها فیلم تهیه میکرد میفرستاد برای من و یک سری گزارش ها رو جمع آوری میکرد و خب در صحنه فعالیت‌ها حضور فعال داشت. با این وجود باز می‌خواست که گسترش بده. خب به مرور شروع کرد با هماهنگی‌هایی که کردیم، ویدیو کلیپ‌های درست کرد، تصاویری، ویدیوهای، فیلم‌های از زندانیان سیاسی ساخت، از کسانی که براش مهم بودن و می‌خواست ازشون دفاع بکنه، و به عنوان یکی از هواداران جبهه دموکراتیک ایران، جبهه متحد دانشجویی و عضو، شروع به فعالیت کرد. همواره از نزدیک با هم ارتباط داشتیم، مرتب صحبت میکردیم، ولی خب چون من میدیدم فعالیتاشو خیلی نگران بودم و همیشه توصیه میکردم که اسناد و مدارک رو هم قابل دسترس و راحت میتونن بیان و خیلی از اسناد و مدارک از اونجا در بیارن، و برای همینم بود که حتی وقتی به منزلش ریختن نتونستن به سندی دسترسی پیدا بکنن. اون موقع هنوز چیزی برای اینکه در برابر او بذارن و ازش حرف بکشن نداشتن. همین باری که دستگیر شد، چند هفته قبلش هم، چند روز قبلش هم مجدداً به منزلش ریخته بودن و دستگیرش کرده بودن، بعد آزادش کرده بودن به خاطر اینکه رعایت کرده بود مسائل امنیتی. ولی به هر حال نمیدونم از کجا لو رفت این مسئله که متوجه شدن سطح فعالیت های ایشون رو و مجدداً بردن توی شکنجهگاه. قبل از اینکه بازداشت بشه، یعنی آخرین بازداشتش، با من صحبت کرد در مورد اینکه از کشور خارج بشه و منم قول دادم که این کار انجام بدم. البته اولش موافق نبود، میگفت من نمیخوام از کشور برم، من دوست دارم وایسم و مبارزه بکنم و به خدا هیچ ترسی از این رژیم ندارم، حاضرم جونم رو بدم و فقط تنها نگرانی مادرمه. همش میگفت تنها نگرانی مادرمه. و قبل از منم با برادر من صحبت کرده بود که در ترکیه است و اونم اصرار کرده بود از کشور خارج بشه،
به هر حال ما در تدارک این بودیم که کمکش بکنیم بیاد بیرون و گفتیم نگران مادرت هم نباش، بالاخره یه کاری میکنیم براش. ولی متاسفانه چند روز دستگیر شد و بردنش اوین، شکنجه کردن، دوباره برش گردوندن به بازداشتگاه فتح و اونجا شکنجش کردن و خب در اون شرایط وحشتناک جانش از دست داد. و جمهوری اسلامی و کسانی که در این شکنجه و قتل دست داشتن هستن و نه تنها راجع به ستار بهشتی، در مورد خیلی های دیگه که در زندان ها جونشون از دست دادن و خصوص در مورد این شرایط غیر انسانی و غیر استاندارد زندان ها و بازداشتگاه ها که هیچ کدوم در کنترل نیست، هیچ کدوم حساب کتاب نداره و هر کسی این بازداشتگاه های بلای سرش میاد. من خیلی از این بازداشتگاه ها رو از نزدیک تجربه کردم و میدونم که چه شرایط سختی در اونها اعمال میشه. البته من تصور نمیکردم که کشته بشه، من فکر میکردم که میبرن و شدیداً اونو شکنجه میکنن به خاطر فعالیت هایی که کرده بود. یعنی واقعا ویدیوهایی که ساخته بود، مقاله هایی که نوشته بود، من خودم همین الان نگاه میکنم تنم میلرزه. جوان بسیار شجاع، مبارز و راستگویی بود، بسیار انسان درستکار و صادق بود و به هیچ عنوان ترسی از این نداشت که در صحنه مبارزه سینه سپر بکنه و تنها نگرانیش هم مادرش بود و من امیدوارم که همه ما بتونیم به مادرش کمک بکنیم و تنهاش نذاریم. حداقل این نگرانی که او همیشه داشت و همیشه هم میگفت تنها نگرانیمه، کمک بکنیم که مادرش تنها نباشه، بتونه دادخواهی بکنه، حتی از نظر مالی، چون به هر حال ستار نونبیار اون خانواده بود و این مسئله براش خیلی سخت بود که مانعی شده در برابر فعالیت‌هاش، ولی باز دست بر نمی‌داشت از این کار و برای اینکه بتونه شبانه رفت، شبانه درس خوند، رفت خیلی کارهای دیگه انجام داد که این مادر رو تنها نذاره و الان وظیفه ماست که کمک بکنیم به مادر ستار بهشتی. آقای اردشیر ببخشید، من در مورد الان 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، از شما چون توی این جریانات مرتبا شما تعقیب میکنید، الان این چند روز قبل در تهران و در اکثر این سایت ها راجع به نوارهایی صحبت میکنن که گفتگوی آقای مهدی هاشمی فرزند آقای رفسنجانی است با آقای نیک آهنگ کوثر. من میخوام ببینم که این جریان چیه، شما این آگاهی که دارید چگونه است که آیا این آقای نیک آهنگ کوثر واقعا همکاری میکنه با جمهوری اسلامی و این نوارا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده یا داستان این نیست، چیه موضوع؟ بله، مهدی هاشمی رفسنجانی که خب در لندن بود، بعد از جنبش سبز شروع کرد به ارتباط گرفتن با یک سری روزنامه نگارا و یک سری فعالین سیاسی، ارتباط گیری هم موفق بود، یعنی تلاش میکرد یک جبهه ایجاد بکنه در برابر رقیب پدر خامنه‌ای. در واقع جنگ قدرتی بود و اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که در واقع خامنه‌ای رو از صحنه قدرت خارج بکنن و خودشون بشینن توی قدرت. برای همینم یه عده‌ای از این سایت‌های سبز و یه سری از این فعالین سیاسی هم در خارج به خامنه‌ای حمله می‌کردن ولی به نظام حمله نمی‌کردن، به خاطر اینکه می‌خواستن که در واقع اون باند، اون معادله قدرتی که باند رفسنجانی ریخته در واقع عملی بشه و به نتیجه برسه. حتی بعضی از فعالین سیاسی با دولت آمریکا ارتباط برقرار کرده بودند به نفع خاندان رفسنجانی. من یادم که 4 سال پیش که در آمریکا بودم و حتی به وزارت خارجه هم که رفتم، اونجا دیدم که بحث ارتباط رفسنجانی با وزارت خارجه وجود داره. به هر حال در این ارتباطاتی که مهدی هاشمی با فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران داشت، یکیش هم نیکاهنگ کوثر بود، نیکاهنگ کوثر صداهای مهدی رو ضبط میکنه و این صداها امروز فاش شده و خب در این نوارها مهدی هاشمی علیه خامنه‌ای صحبت میکنه و خب طبیعتاً وقتی این نوارها پخش شد همه نیکاهنگ رو متهم کردن که شما داری با رژیم همکاری میکنی و این به ضرر مهدیه که الان زندانی هست. و بعد دیدیم که مهدی هاشمی هم خب آزاد شد و معلوم شد که این نوارها هیچ تأثیری نذاشت در ادامه بازداشت اون که البته پرده از که آزاد شده.
یه نکته هم این هستش که آقای هوشنگ بوذری در تورنتو کانادا از مهدی هاشمی شکایت کرده چند سال پیش به خاطر دست داشتن در شکنجه ایشون و بالا کشیدن اموالش. به خاطر همین وقتی متوجه میشه نیکانگ این صداها رو در اختیار داره، ازش میخواد که به عنوان سند بده به ایشون تا در دادگاه استفاده بکنه. نیکانگ کوسر اول مخالفت میکنه، ولی دادگاه وقتی حکم میده ایشون مجبور میشه که اون بخشی از نوار رو که اسم هوشنگ بوذری در اونجا برده شده رو به دادگاهی در کانادا در تورنتو تحویل بده. به همین ترتیب بود که در واقع مهدی هاشمی متوجه میشه که نیکانگ صداشو ضبط کرده، به وکلای خودش دستور میده که اون صداها رو و اون نوارها رو از نیکانگ پس بگیرن. دوباره دادگاه دیگری در لندن حکم میده که این نوارها رو از نیکانگ بگیرن و میگیرن. میگیرن به دست خود مهدی هاشمی که بتونه بعضی از اون رو ترجمه بکنه و در اختیار دادگاه قرار بده در دفاع از خودش. ولی برای ترجمه این رو به ایران میفرسته و در ایران دست یک سری افراد دیگه میفته و خب ممکنه از اون زاویه این نشر کرده باشه و پخش شده باشه، یا اینکه حتی در اختیار خود مهدی هاشمی و خانواده‌اش بود این نوار، ممکنه از اونها این رو درآورده باشن بازجوها. بنابراین این در واقع من فکر نفعی برای نیکانگ و دیگران داشته باشه که بخوان این رو پخش بکنن. احتمالاً از داخل ایران این اتفاق افتاده. اما مسئله آقای فرج اینا نیست. کسایی که میان هی میگن چرا این صدا رو ضبط کردید، چرا این نوار رو پخش کردید، اینا باید بدونن که جنگ قدرت در ایران. رفسنجانی هم مثل خامنه‌ای مقصر هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. و خاندان رفسنجانی هم همینطوره. اینا سالها در دزدی، در غارت اموال مردم و بیت المال، در شکنجه فعالان سیاسی، در جنایت‌های رژیم، بله، در کشتارهای بسیار سیاسی در داخل و خارج نقش داشتن و باید جوابگو باشن. خامنه‌ای بره رفسنجانی بیاد هیچ فرق نمی‌کنه. درست. بله. متأسفانه آقای اردشیر، متأسفانه وقت ما تموم شد. خیلی سپاسگزارم از شما. اطلاعات جالبی بود. امیدوار هستم که حالتون به زودی خوب بشه و بار دیگر ما بتونیم هفتگی با شما صحبت بکنیم راجع به مسائل دانشجویی و راجع به وقایع ایران. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اردشیر گرامی. خب عمیانان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزار از اینکه به برنامه من توجه کردید. تا بار آینده که در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.